بینندگان عزیز سلام، با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 14 ماه دسامبر سال 2015 و برابر است با 23 آذر ماه 1394. مثل اینکه ما به شما معتاد شدیم. جالب اینه که نه شما رو میبینیم نه شما رو میشناسیم، ولی همچین که ساعت 2 میشه مثل اینکه تریاکی باشیم یا الکلی باشیم و الکلمون یا تریاکمون دور شده باشه. کلمه تریاک درسته یا تریاک؟ چون من بعضیا دیدم مثلا به خردل میگن خردل، در صورتی که فکر کنم خردل درست باشه. در هر صورت در زبان فارسی این ا او گاهی وقتا اشکال ایجاد میکنه. حتی یادمه که اون وقتا میگفتن از یه استاد زبان فارسی پرسیدن که گمان درسته یا گمان، گفته به گمانم هم گمان درسته و هم گمان درسته، یعنی اون یکی هم اضافه کرده. خب بگید ببینیم که شما در این ایام ویکند آخر هفته چه کردید؟ کجا هستید؟ آمریکا هستید؟ اروپا هستید؟ 2 روز تعطیلی دارید یا در ایران هستید که 1 روز تعطیلی دارین ولی حقیقتاً 3-4 روز هر هفته خودتون رو تعطیل میکنید؟ اجازه بدید من صدا و تصویر رو اینجا امتحان کنم ببینم که چگونه است. بله، این آقای سوربی داره صحبت میکنه. خب بسیار خوشحالم که هم اینجا هستم هم اونجا هستم. شما به ما بگید که صدا و تصویرمون چگونه است. اولا ممنونم از منوچهر عزیز که به اصطلاح پوزش من و عذرخواهی من رو قبول کرده و ما رو بخشید و وقتی هم که لطف کرد و گفت پیام تو اینها رو شنیدم و برنامه دیدم، گفت لازم نیست که این پیام رو هم پخش کنید. خیلی ممنون. من امیدوارم شما دوستان هم اگر تماس میگیرید، اگر مایل نیستید که پیامتون پخش بشه، خیلی ساده همون اول پیام بگید. دلیلش هم اینه چون شما وقتی صحبت میکنید من میبینم صحبتتون جالبه، میگم خب این خوبه که برای دیگران هم پخش کنم و بعضی وقتا تا آخر پیام رو گوش نمیدم. بعد یه روزی که برنامه هست میام اینجا پیام رو میذارم، بعد میبینم آخرش شما گفتید در ضمن این پیامم پخش نشه. اون دیگه تقصیر خودتونه. همون اول پیغامتون بعد از سلام و احوال پرسی و اینها بگید که این پیام خصوصیه برای خودت هست و نمیخوایم که پخش کنی. اینم از این. بنده الان یه جایی بودم، این دوستمون اهل تونس هست. اجازه بدید که بهش بگم که من I am live on air. You can watch me now. حالا شما حتما میگین بابا این دیگه چه جور تلویزیونه که با ما داره صحبت میکنه، برای این و اون مینویسه. بعدم اون موقع من بهتون میگم Welcome to 21st century، یعنی به قرن 21 خوش آمدید، چون همه چیز تغییر کرده و اینجا دیگه میتونید شما با یه تلفن دستی معمولی از تو اتاقتون، از تو دفتر کارتون، عذر میخوام بعضی وقتا از تو دستشویی، از تو نمیدونم ساختمون فلان اینها برنامه زنده داشته باشید. ما امروز یک شخص جوانی رو به نام سمی کیسم خودشون میگن، همون کاظم خودمون فکر کنم در طی این مهاجرت ها عوض شده. ایشون اهل تونس هست و قبلا در رادیوی آمریکا یه نفر بود به نام کیسی کیسم یا کاظم کاظمی و این آهنگهای خوبی رو پخش میکرد و اینها. فکر کنم دیگه بعد مسن شد، نمیدونم زنده هست یا نه. در هر صورت اینهایی که خاطرات خوشی رو به مردم میدن همیشه زنده هستن، حتی اگر به اصطلاح فوت شده باشن و رفته باشن. در صورت حالا ما در رابطه با این آقای سمی کیسم و دوست خوب افغانیمون آقای به من خودشو معرفی کرد، گفت هک، من فکر کردم هکتور اسپانیشه. بعد اون دوستمون گفت نه این دوست افغانی هست. گفتم ای بابا اگه افغانی هستی که از خودمون هستی و خیلی خوب. پسر که چه عرض کنم، آقای جوان برومندی بود. چون ما وقتی دیگه خودمون پیر میشیم آقای حکمت الله عزیز، شماها رو که میبینیم
چون شما هم سن بچه های ما هستید. باور کنید هنوز شما ها رو یک پسر نوجوان میبینید، ولی شما ها هم مردهای جوانی هستید که در زندگیتون امیدوارم موفق باشید و هم ما قدر شما ها رو بدونیم، هم شما ها قدر پدر مادرتون رو بدونید و به اصطلاح این کانون گرم خانواده رو اونجوری که باید شاید نگه دارید. امیدوارم به زودی بتونیم با این دوستان کار کنیم و آگهی اونها، بیزینس اونها رو هم به شما معرفی کنیم. و اما سازمان نیاک، سازمانی که من همیشه گفتم این کارهاشون رو دوست دارم، اجازه بدید من این رو هم برای شما بذارم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و به قول معروف هیچ عذر و بهانه‌ای نداشته باشید، بگید ای ما ندیدیم، ای ما نمیدونستیم، خبر نداشتیم، ای ما هم میتونیم برنامه داشته باشیم. ضمناً یکی از دوستان 97 دقیقه ویدیو ارسال کردن، بسیار جالب، در مورد اون هم با شما صحبت میکنیم. بفرمایید، این هم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آقای داوود باقروند ارشد که یکی از مقامهای ارشد سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بوده، بعد که جدا میشه حالا میاد دلیلش رو برای من و شما میگه و بعد توی این ویدیو میگه که چرا فرقه رجوی خانواده ها را تخریب و رابطه اعضایش را با خانواده های اونها قطع میکنه. بعد این دوستان یک انجمنی درست کردن به نام انجمن نه به تروریسم و فرقه ها. ویدیوی 97 دقیقه ای است. من به ایشون گفتم که چهارشنبه بعد از برنامه خودم نشون میدم، چون دوشنبه بعد از برنامه من آقای اجلالی رو داریم، امروز دوشنبه آقای اجلالی رو داریم، حسن اجلالی از همین فیرفکس نزدیک واشنگتن. جمعه ها هم بعد از برنامه من آقای حسن ارشاد رو داریم از ایران، قبل از برنامه منم کانون آواز ساعت 12 برنامه داره. تنها روزی که این وسط خالی هست چهارشنبه است. چهارشنبه بعد از برنامه من این ویدیو رو پخش میکنم و طبق برنامه های دیگهی که میبینید در تلویزیون مردم، ویدیوی اونها هر روز اونجا میمونه تا ویدیوی جدیدشون بیاد. امیدوارم که هفتهی باشه. فکر کنم توی صحبتهایی که به من کردن گفتن هر دو هفتهی، چون احتمالا امکاناتشون فعلا باید را بندازن اینها. امیدوارم به زودی زود اونها هم هفتگی حتی روزانه برنامه داشته باشن. خب دوستان بریم سراغ بله این رو، آها، ماجرای این که آقای جورج بوش قدیمیه، نه این جب بوش، برگشته و به شوخی میگه من میخوام رئیس جمهور بشم و آمده ایراد میگیره از اینایی که رئیس جمهور شدن، اونها رو مسخره میکنه، از جمله داداش خودش رو. اگر اینو ندیدید Saturday Night Live رو بزنید، Saturday Night Live و بزنید جورج بوش که میاد اینا رو اینجا میگن ماک کردن، یعنی یه کمی مسخره کردن و اینها، یا طنز گفتن. در هر صورت نیاک، سازمانی که من سالهاست میشناسمشون و من باور دارم که اینها راه تماس با دیگران رو یاد گرفتن، میتونن ازش استفاده کنن، به درستی هم ازش استفاده میکنن. و اتفاقا پریشب یه جایی بودم، یه دوستی گفت آقا شما از سازمان نیاک گفتی، از انجمن یا ارگانیزیشن نیاک گفتی، من نگاه کردم و اینها و مایلم که حمایتشون کنم. گفتم خب بهشون بگید که از طریق تلویزیون مردم باشون آشنا شدید. در اصل دوستان، شما هم اگر سازمانی رو دوست دارید، انجمنی رو دوست دارید، به اونها بپیوندید. اتفاقا من یک وبسایت، نه یه فیسبوکی رو آقای بابک هروی به من دادن که قرار در موردش صحبت کنم، هنوز متاسفانه وقت نشده. فیسبوکی هست که ایشون میگه به عنوان یک میثاق بیاین با هم میثاق ببندیم. من اون رو نشون میدم یه وقت، یا چهارشنبه یا جمعه، نظر شما رو میپرسم، نظر خودم هم میگم. امیدوارم بابک عزیزم از ما ناراحت نشه و تحمل شنیدن نظر دیگران رو داشته باشه، چه موافقین و چه مخالفین. و اگر شما موافق هستید با ایشون،
خب ببینید چی میگه، اگه اون چیزی رو که میگه درست میگه و قبول دارید بهش بپیوندید. اتفاقا در رابطه با درست گفتن و بهش پیوستن و حمایت کردن، با دوستی که در هندوستان هست و گهگاهی با هم کلکل میکنیم از طریق فیسبوک نوشتیم و اینها، ایشون گفت که شما چرا چیزی از آخوندا نمیگی؟ گفتم ای مرگ بر این آخوندا، چی بگم که دیگه، میگه چه گویم که ناگفتنم بهتر از چی بگم که شما تشخیص نداده باشید تا حالا، و چی بگم که شما نگید ای بابا اینم مثل اونای دیگه همینو داره میگه. ازش پرسیدم که شما میشه لطف کنی به من و بگی کدام تلویزیون هست که اونجوری که شما دوست دارید این کارا رو انجام میده، اون چیزایی رو که میخواید بگی میگه و اینها؟ تا امروز هنوز جواب نداده، یعنی تلویزیونی پیدا نکرده که حرف دل این رو بزنه. البته من بهش گفتم تقصیر شما هاست که نمیاین حرف دلتون رو بزنید و هی به دیگران میگید آقا من شما نیستم. در رابطه با من شما نیستم، یک ویدیویی رو آقای منصور تعید، این کمدین، این نویسنده، این بازیگر تئاتر درست کردن، من دیروز روی فیسبوک گذاشتم، الانم برای شما اینجا میارم و ببینید. عذر میخوام که این تصویر انکودر ما آمد اینجا، شما میتونید ببینید. بله آقای منصور تایید که ما هم گفته ایشون رو در این رابطه تایید میکنیم و ببینیم که ایشون چی میگن. بریم با هم سراغ این پلیر، ولیومش هم ببینیم روی 100% باز باشه و آقای منصور تایید، من نمیدونم تایید هست یا تایید، در صورت بفرمایید. I am an Iranian. I am an American. I came to this country 43 years ago when I was only 16. I studied physics at UC Berkeley. I'm a US citizen. I was born in Iran. I come from Middle East. Jesus came from Middle East. I'm a Baha'i. I have beard. I have an accent. But I'm not a terrorist. I'm your neighbor. I'm a Jew. I'm a Zoroastrian, a Buddhist. I am a Christian. I am a Muslim. I have no religion. I am you. Don't discriminate. Please. بسیار بسیار قشنگ ایشون توضیح میده. Don't discriminate برای اونایی که I am an Iranian. عذر میخوام، اجازه بدید من قطع کنم. میگه که تبعیض قائل نشید و ایشون میدونید بهایی هستن، نمایشنامه‌ای رو هم در این رابطه ما جاسوس نیستیم و اینها بازی کردن و جدیداً یعنی در ماه ژانویه نمایشنامه شهر قصه رو میخوان برای یک بار دیگه در سال 2016 به اصطلاح در قرن 21 روی صحنه بیارن که امیدوارم بتونیم با برگزار کنندگان این برنامه هم صحبتی داشته باشیم. ولی توی این ویدیوی کوتاه و مختصر ایشون در رابطه با این حماقت دونالد ترامپ و این تندروهایی که الان میبینید آیسیس از اون ور تندروی میکنه، اینها هم از این سو استفاده میکنن و دنیا رو دارن به خاک و خون میکشن. ببخشید اینو میگم، اون وقتا میگفتن به خاطر نمیدونم یه پیرهنی یه چیزی قصر فلان رو که به آتیش نمیکشن، اینها دارن دقیقاً اون کار رو میکنن. الان ببینید توی فرانسه تندروها انتخاب میشن، اینجا این ترس و وحشتی که یک احمق نادانی مثل آقای دونالد ترامپ، حیف کلمه آقا، حیف کلمه انسان که به این بذارن بیاد انتخاب بشه و چه خواهد شد. یعنی دیگه پس از جورج بوش ما تنها چیزی که کم داشتیم این ترامپ بود. یعنی الان امروز از شما اگه از من بپرسید جورج بوش بیاد یا ترامپ، میگیم جورج بوش. یعنی اون ماجرایی که از این بدتر هم وجود داره همین ماجراست. در صورت ممنونم از آقای منصور تایید، ایشون میگه که تبعیض قائل نشید،
ایشون میگه که من شما هستم، شما من هستیم، ما مثل هم هستیم، من بهایی هم، شما کلیمی هستیم، اون مسلمونه، اون یکی مسیحیه، و سعی کنیم انسان باشیم. ممنون آقای منصور تایید عزیز، با امید دیدارتون، با امید موفقیتتون در کارهای آینده. و اما سراغ نیاک بریم. نیاک میگه که House and Senate negotiators are still behind closed door. میگه که مجلس آمریکا و مجلس سنای آمریکا هنوز در پشت درهای بسته دارن صحبت میکنن. بعد میگه که شما سعی کنید تماس بگیرید و اینها. میگه so far you have taken almost 37,000 action to warn Congress. میگه تا حالا 37,000 تا تماس گرفتید و گفتید که شما هم با ما هم‌عقیده هستید و این تندروی ها فاصل به اصطلاح فایده ای نداره جز اینکه دارید به سود آیسیس یا آیسل دارین کار میکنید. و اینجا نوشته که هدف ما و گل ما 50,000 نفر بوده. لطف کنید حتما تا امروز ساعت 6 بعد از ظهر این کار رو انجام بدید. نوشته که 50,000 تا میخواستیم، 34,089 نفر تا حالا ایمیل فرستادن، 1765 نفر تماس گرفتن، 781 نفر این خواسته رو روی فیسبوک و روی توییتر پست کردن، برای دیگران فرستادن. میگه let's race، میگه بیاین با هم دیگه برسیم به اون 50,000 تا. دوستان اگه شما این کار رو نکردید تا حالا، این دیگه کاری هم نداره که شما به اصطلاح اقامت داشته باشید یا نه، گرین کارت داشته باشید یا نه، یه چیز به اصطلاح عمومی هست و حتما این کار رو انجام بدید. اگر نمیتونید پیداش کنید با من تماس بگیرید تا من بهتون این لینک رو بفرستم. و اما برگردیم به اون صفحه‌ای که برای شما گذاشتم. این رو خانم مهسا پایسته برای ما فرستاده بود، از ایشون ممنونم. این جوانهایی که واقعا با نیرو و انرژی فوق‌العاده و از دل و جون مایه میذارن. و اما از ترور مونیخ تا ترور پاریس، این دوستمون آقای جهانگیر ام قبلا هم نوشته، قبلا هم ما نوشتیم آقا این چیزایی که شما مینویسید چیزایی که ما میدونیم. یکی بیاد بگه حالا که من اینو میدونم شما هم اینو میدونید، به نظر من این کارو باید انجام بدیم، تا من بگم آهان ای کاش به فکر من رسیده بود، این آقا درست میگه، این خانم درست میگه. و الا عکس سربریدنا رو بندازین، کاریکاتور درست کنید، همین چیزها رو بگید. داعش نه تنها پدیده ای بی بدیل نیست، بلکه خود بدیلی است از عناصر تشکیل دهنده نظم مسلط. خشونت داعش بدیل خشونتی است که در سیاست رسمی دول امپریالیستی مسلط بر جهان به طور روزمره جاری است. خب دوست عزیز، شما که میگی کشورهای امپریالیستی، آیا اون کشورهای سوسیالیست و کشورهای کمونیست اونها همین کارهای داعش رو نمی کنن؟ پس شما نشون میدی که یه طرفه داری به قاضی میری و راضی برمیگردی و این کار درست نیست. و اما دوستانمون از سیاه کل، از این به نقل از پیام فدایی، ارگان چریک های فدایی خلق ایران، آبان ماه 1394، اینها هم باز یه نوشته ای نوشتن به نظر من تمام چیزایی که ما میدونیم. جنایت پاریس بهانه ای تازه برای گرم کردن تنور جنگ بی پایان. میدونید که آقای اوباما خیلی قشنگ و این ماجرای آیسیس سه نسل طول میکشه، هر نسلی 25 سال هست، سن هر نسلی 25، با وجود که الان ما همه 70-80 سال عمر میکنیم، ولی توی تاریخ، توی قانون طبیعت هر نسلی رو 25 سال. دلیلش هم اینه که میگن طرف توی 23-24 سالگی ازدواج کنه، 25 سالگی نسل بعدی میاد و اینجوری حساب میکنن. حملات تروریستی و جنایتکارانه 13 نوامبر در پاریس که به کشتار فجیع 130 تن و زخمی شدن 352 تن از اهالی بیدفاع فرانسه انجامید، موجی از خشم و نفرت تا
تمام انسانهای با وجدان آزادی خواه را نسبت به عاملین این جنایت مخوف برانگیخت. تمامی شواهد نشان می‌دهد که این حملات هماهنگ در قلب اروپا به منظور ایجاد نهایت وحشت و رعب برنامه‌ریزی شده بود و به همین دلیل مستلزم یک برنامه‌ریزی دقیق و تشکیلاتی سازمان یافته بود. چند ساعت بعد و در حالی که افکار عمومی هنوز در شک و بهت ناشی از این رویداد به سر می برد و این سوال از هان عمومی را فرا گرفته بود که چه قدرتی و با چه اهدافی قادر گشته در پاریس، یعنی یکی از دژهای اتحادیه امپریالیستی اروپا، به سهولت و زیر چشم مقامات امنیتی چنین جنایتی را انجام دهد. خلاصه مطلب بگم، این دوستانم همون چیزی که ما میدونیم دارن بهمون میگن و امروز هنوز که هنوزه بعد از 40-50 سال این سازمان ها کسی ندارن که به قول شاه منور الانوار، نمیدونم یه چیزی اینجوری به روشن فکر میگه، براتون میخونم. ممنونم از اون دوست خوبی که 40 تا کتاب برای تلویزیون مردم فرستاده و بازم گفته کتابای دیگه در راه هست. ممنونم. من همین فرایدی برنامه که داشتم دیدم پستچی بسته بزرگی گذاشت اینجا، بعد این بسته رو آوردم و دیدم 40 تا کتاب، یعنی 39 تا کتاب، یه دونه نوار ویدیو که اون نوار رو سعی میکنم تبدیل کنم به دیجیتال سی دی دی وی دی یا دیجیتال و برای دوستان پخش کنم. و من گفتم خب این کتاب ما بیایم مأموریتی برای وطنم رو بخونیم. قبلا براتون گفتم، اونایی که نمیدونید میگید که شاه این کتاب رو نوشت مأموریتی برای وطنم یعنی چی؟ آقای شاه فکر میکرده پیغمبره و این مأموریت از طرف خدا و اماما و اینها بهش داده شده که ایشون بیاد و مملکت ما رو که پدرش با اون زجر و سختی توی 16 سال به اونجا رسون، ایشون بعد از 37 سال با بی لیاقتی و نادانی و کمدانی دو دستی تقدیم کنه به آخوندا. خب دوست عزیزی که در هندوستان هستی، من چی بگم؟ نیام راجع به این بگم که آقا خوراک دیروز مسموم بوده، امروز من و شما یکیمون دلدرد داریم یکیمون اسهال، فقط بیان به دکتر بگیم اسهال داریم، هرچی ازمون پرسید آقا قبلش چی خوردی، بگیم آقا شما کاری با اون نداشته باش، اون خوراک خوب بود. بیاین کتاب خود شاه رو ورق بزنید بخونید ببینید چی نوشته. والا بلا یه کمی اتفاقا به دوستم گفتم که آقا این آقا مثل که واقعا اختلال روانی داشته. بعد ایشون چون یک تمایل خاصی به شاه داره، گفت آره اون موقع ها خیلی دوران سختی بوده، شما اون کتاب رو ول کن و بیا کتاب پاسخ به تاریخ رو بخون. میگم آخه عزیزم، شما وقتی میخوای سربی رو بشناسی باید ببینی این کلن در جوانی چی بوده، ولی حالا که شده 60 سالش ما ضرب المثل داریم، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. بگذاریم که افراد نادانی مثل این مهدی شمشیری حتی پیرم که میشن پرهیزگار نمیشن. و اما آقای شاه اول این توضیح میده که من اولین پادشاه ایران هستم که تصمیم گرفتم زندگی نامم رو بنویسم. بعد همون موقع میگه البته من اولین نیستم، فلانی هم نوشت، اونم نوشت، اونم نوشت، اونم نوشت. و میگم آقا پس تو دیوانه ای که میگی من اولینم؟ مثل این که من بیام بگم من اولین تلویزیون اینترنتی مردم تیوی رو سال 2003 باز کردم، بگم البته یه تلویزیون دیگه سال 2002 باز شده بود، یکی دیگه هم سال 2001 باز شده بود، ولی من اولین تلویزیون هستم. خب مردم میفهمن که سوربی دیوانه است. در هست ایشون توضیح میده در میان، ببینید دوست عزیز، صفحه 21 کتاب مأموریت برای وطنم اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی میگه که در میان پادشاهان بزرگ که جانشین، اولا اینجا میگه که در حقیقت کیفیت نخستین امپراتوری ما تقریبا مانند سازمان ملل متحد بود که امروز پس از 2500 سال مجددا در جهان به وجود آمده.
اینو من برای آقای جاوید شهافر باید بفرستم. آقای شهافر، شما که قاضی بودی در دوره شاه و میگی شاه آدم خوبی بوده و چنین چنان، ببین ایشون افتخار میکنه به سازمان مللی که ما همه میدونیم سازمان دوله، سازمان مللی که خودش با وجود این قطعنامه‌هایی که صادر میکنه و نمیتونه هیچ کاری انجام بده، بعضی وقتا خودش باعث آشوب و جنگ و کشت و کشتار در دنیا هست. ولی پادشاهی که تاریخ ایران رو نمیدونه و فقط به 2500 سال پادشاهیش به اصطلاح اینجا استناد میکنه، میگه که در حقیقت کیفیت نخستین امپراتوری ما این نخستین نبوده. شما برو یک کمی یاد بگیر، حالا که دیگه مرده بنده خدا توی اون دنیا. بعد توضیح میده: در میان پادشاهان بزرگ که جانشین کمبوجیه شدند، داریوش اول و خشایارشا را باید نام برد که هر دو در اداره کشور پهناور ایران دارای آن نبوغ و لیاقت و روشنفکری بودند که جهان متمدن آن را ویژه مردم سرزمین ما میداند. آخه کدوم جهان متمدن این نبوغ و اینها را ویژه مملکت ما میداند، وقتی که خود شاه میگه اصلا مردم ما رو نمیشناختن. میگه من در مدرسه، ضمناً دانشگاه نبوده، مدرسه سوئیس که بوده، ایشون میگه اونجا ما رو نمیشناختن. پس یکی بهش میگه آقا چرا دروغ میگی؟ کدوم تعریف؟ چه کسی از ایرانی ها تعریف کرده؟ بمانه. خب بعد میاد میگه که در 500 سال قبل از میلاد، یعنی در اوج عظمت شاهنشاه ایران، حدود کشور باستانی ما شامل قسمت بزرگی از خاورمیانه امروزه جز شبه جزیره عربستان و نواحی وسیع دیگر بوده است. حد شرقی، حالا برای ما جغرافی تر، بابا تو اگه درس خون بودی درستو میخوندی، اذیت نمیکردی، از مدرسه بیرونت نمیکردن، بابات هم عصبانی نمیشد، چون درس میخوندی مملکت ما هم یکم وضعش بهتر بود. خب افشین جان، دوست عزیزمون در هندوستان، آقای خانم نیه، بابک هروی عزیز، بیاین بریم با هم صفحه 32. میگی که در اصفهان پایتخت باشکوه شاه عباس هنوز قله را به وسیله چهار پایان آرد میکردند. مطابق رسم قدیم چشمهای چهار پایان را در موقع کار میبندند تا در هنگام چرخانیدن آسیا گیج نشود. آسیا را نمیچرخونه، سنگ آسیا رو میچرخونه. ضمناً کسی که میخواد بیاد زندگی نامه خودش توضیح بده، روز شمار زندگی خودش می‌نویسه، که دیگه این مزخرفات رو نمی‌نویسه. هر کسی که کتاب بگیره دستش، هر کسی که بدون آسیاب چی بوده، هر کسی که بدون این آسیاب یا با باد کار میکرده یا با آب کار میکرده یا با حیوان میچرخونده، اونم بلده که چشم حیوان رو میبستن. میگفتن اسب عصاری که سردرد نگیره، سرگیجه نگیره و از این ماجراها. در صورت شاهنشاه بزرگ، ارتشداران ما لطف کردن، زحمت کشیدن، کتاب نوشتن، که این کتاب هم یا اون آقای بود شجاعی بود یا یه آقای دیگه بود تیمسار بود می نوشت براشون. اینا پایه و اساسش چون رو دروغ بوده، یک حکومت پوشالی ساخته. بعدم حالا ببینید دوست عزیز، میگه که چند جای توضیح میده که پدرش، مردم فکر میکردن که اونایی که میگن رضا شاه میخواست نمیدونم آخونده رو فلان کنه و بیسار، خود شاه شما، شاه من، توضیح میده که رضا شاه باور داشت که این آخونده چی منورالمنوارن، یه چیزی اینجوری و باید باشن. حالا انگلیس ها خطوط تلگراف، صفحه 42 اون پاراگراف آخری، انگلیس ها خطوط تهران ایران را تلگراف ایران را کشیده و آن را اداره کردند. حق انحصار کشتیرانی رود کارون که تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است نیز به آنها داده شد. حق انحصار تنباکو و توتون نیز به یکی از اتباع انگلیس داده شد. ولی نظر به مخالفت، گوش کن دوست عزیز، صفحه 43 این بالا، نظر به مخالفت شدیدی که مردم و مخصوصا طبقه منورالفکر و روحانیون نسبت به آن کردند لغو گردید. این شاه شماست که داره میگه روحانیون این کار کردن و طبقه منورالفکر. بعد باز میگه در خلال این احوال روزها در کشور به بست نفوذ خود ادامه میدادن. بست، این بست یعنی کم نیست، یعنی توسعه است. ناصرالدین شاه به آنها اجازه داد که یک بریگارد فکر کنم گردان میشه،
چون اینجا سرگرد و میگن بریگیدیر، یعنی اون حالا نمیدونم اینا رو اون دوستان ارتشی میدونن. ضمناً دوستان آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، مثلا الان به دلیل سرد شدن هوا و ترافیک اینجا هم خیلی افتضاح است، گفتن که این برنامه ها رو به این صورت ادامه میدن که ایشون بنویسه، من اینجا با کمک عکس ها و ویدیوهایی که خود ایشون یعنی برنامه ساز تهیه کننده برنامه ایشون هست، من اینجا اجرا میکنم و گفتن که این کار رو انجام میدیم. حالا امیدوارم بتونیم اگر نمیتونن بیان اینجا با اسکایپ اقلا ایشون رو داشته باشیم و از صحبت‌های ایشون استفاده کنیم. خلاصه خودسری و لاقیدی پادشاهان قاجار بالاخره مردم را به عمل و اقدام وادار ساخت و جمعیت مشروط طلبان تشکیل یافت. در تیر ماه 1284 قریب 10,000 نفر از بازرگانان و مشروط طلبان در باغ سفارت انگلیس در تهران تحصن اختیار کردند. بخونید اینا رو، من حدود 50-60 صفحه‌شو خوندم. تو همین 50-60 صفحه‌ای که اون روز صبح شنبه تونستم بخونم قبل از اینکه برم سر کار، اینا رو تا حالا براتون به اصطلاح اینجا میگن چی؟ اینجا میگن پن داون، یعنی با خودکار نوشتم که براتون بگم. بله، صفحه 48 توضیح میده ایشون: روزی که پدر من تاج گذاری کرد، طبق رسوم کهن و باستانی ایران، عناوین شاهنشاه ظل الله مؤید به تأییدات الهی قبله عالم ویژه وی گشت. ولی در همان هنگام سلطنت، چه آنگاه که شخصیت‌های خارجی را بار می‌داد و یا آنگاه که با من صحبت می‌کرد، خوش داشت که خیشتن را سربازی ساده بشمارد. اون وقت همین آقا این بالا میاد می‌نویسه محمد رضا شاه پهلوی اعلی حضرت. من بارها گفتم شماها اگر شاه اللهی هستید، طرفدار سلطنت هستید، شماها اولین کسی هستید که باید گفته رضا شاه را قبول کنید. میرزا، شازده، آقازاده، فلان، اینا رو بردارید. بله ایشون شاه هست، بنویسید رضا شاه. بعدم که رفت تموم شد دیگه، یکی دیگه شاه هست، یکی دیگه رئیس جمهوره. این القابی رو که رضا شاه اصرار داشته استفاده نکنید، ببینید چجوری استفاده کردن که هنوز که تا هنوزه تو اینا یکیش آمیزای گند بابای اونه، میگه اعلی حضرت، والا حضرت، نمیدونم فلان. بدبختی اینجاست دوستان که نه من خوندم نه شما خوندید. و این بود که همیشه فکر کنم آقای قنبری میگه خواندنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، یا لااقل ایشون میگه گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. این صفحه 48 اش بود، یکی دو تا دیگه براتون علامت گذاشتم. صفحه 63 میگه که همچنین باید به خاطر داشت که شخصیت پدرم با من تفاوت داشت. اولا این کتاب رو که میخونی شما اون عقده شاه، اون تنفر شاه به پدرش رو حس میکنید. این رو اون دوستی که به من گفت آقا شما درست میگی، این کتاب رو نخون، برو کتاب پاسخ به تاریخ، اون هم قبول کرد که شاه یه تنفر خاصی نسبت به پدرش داشته. مخالفت نه دوستان، تنفر. من میتونم با پدرم مخالف باشم، پدر من بگه نه آقا شما چرا میری معلم هنرستان میشی که حقوق نمیدن، بیا برو مثلا تو بازار مغازه باز کن، زن و بچت راحت باشن، پولدار باشن. من مخالف اون هستم، میرم. ولی به خاطر این حرف متنفر نیستم ازش. ولی شاه تنفرش رو قایم نمی کنه و به من و شما نشون میده. همچنین باید به خاطر صفحه 63 همچنین باید به خاطر داشت که شخصیت پدرم با من تفاوت بسیار داشت و تینت و سجایای ذاتی وی، بعضیا سجایا هم میگن، سجایا درسته، سجده سجایا اینجوری بکنم، ذاتی وی او را برای خدماتی که مصمم به انجام آنها بود کاملا مجهز ساخته بود. ولی آن تینت و سجایا برای اوضاع امروز مناسب نبود. حالا نمیدونم این میگه مناسب نبود یعنی هم موقع رضا شاه اشتباه میکرد، یا نمیگه برای اوضاع امروز مناسب نیست، یعنی چیزایی کارهایی که بابام انجام میداد من نمیتونم انجام بدم. ببینید اگه این جمله رو درست بخونید یعنی باباش اشتباه کرده و آقای شاه میگه این کارهایی که این میکرد
برای این زمان مناسب نبود. البته به انجام آنها بود کاملا. سجایا برای اوضاع امروز مناسب نبود. جمله خرابه، برای اوضاع امروز مناسب نیست. قد دارم که اگر من در آن ایام به جای پدرم بودم نمی توانستم کارهایی را که او کرد به همان خوبی انجام دهم، ولی شاید شخصیت من برای اوضاع ایران کنونی از شخصیت پدرم مناسب تر باشد. اینجاست که اون عقده و تنفر بروز میکنه. این آقای سوئیس رفته درس ناتموم کرده میاد میگه که من از پدرم مناسب ترم برای این دوران و برای این چیزا، زمین این که همه اطرافیانش قبول داشتن که بابا پدرت یه مخی بود با وجود که سواد نداشت، ولی تو نه سواد داری نه مخ داری. صفحه 68 میگه که دوستانی که فکر میکنید رضا شاه مذهبی نبودید، از زبان آقای شاه بشنوید، پدرم در معتقدات مذهبی نیز به سادگی و دوری از تظاهر پایبست بود و چون گروهی از روحانیون را مورد تعقیب قرار داده بود، عده‌ای تصور می‌کردند که وی پایبند به مبانی مذهبی نیست، در حالی که این قضیه حقیقت ندارد. حقیقت این است که وی به هیچ وجه مایل نبود روحانیت به سیاست آلوده شود و به همین جهت روحانیون را شدیداً از دخالت در امور سیاسی منع می‌کرد و معتقد بود که در غیر این صورت نخواهد توانست برنامه‌های اصلاحی خود را به سرعت و شدتی که لازمه زمان بود به موقع اجرا بگذارد و به زمان طولانی‌تری نیاز می‌افتد. اما این امر دلیل آن نبود که وجود روحانیون را بی‌فایده بداند. خب بس سلام دیگه، کتاب رو ببند. شاه میگه روحانیون لازمن، خودش دیدی سوار هواپیمای 747 بوئینگ آمریکایی میخواد بشه، باید یه کسی توی گوش شاه اسلام پناه دعا بخونه، مادرش بازوبند و نمیدونم نمک و چشم و این چیزا رو بازوش بسته بوده، قرآن رو بازوش بسته بوده. اون وقت شما هی میشینید، عذر میخوام این حرف رو میزنم، هی زر میزنید، میگید رضا شاه نمیدونم مخالف آخوندا بود، شاه هم مخالف آخوندا بود، ولی تظاهر میکرد. خب مگر تمام بدبختی ما از افراد متظاهر نیست؟ مگه این آخوندا امروز تظاهر نمیکنند و شما و من از تظاهرشون متنفر نیستیم؟ چگونه است که تظاهر یک کسی خوبه تظاهر دیگری بده؟ ایداد بیداد. بریم سراغ این دوست عزیزمون. میگه کاگا جون، اگر عمیق فکر کنیم زندگی آنها سخت‌تر و مشکل‌تر است. و این شعر رو هم ایشون برای من نوشته، ممنونم. چه خوش روستایی بخفت نزد جفت، به قسمی که شاه در ایوانش نخفت. خیلی قشنگه. ایشون نوشته آیا شما میخواستی جای رضا پهلوی باشی؟ ایشون رضا پهلوی درست میگه، چون رضا پهلوی نیست، این رضا پهلوی. هر جا پلو میدن اینم اونجا حاضره. در اصل نه، من هیچ وقت نمیخوام، همیشه گفتم، حتی این حتی همه اینقدر مشهوریت کمی که من دارم تو جامعه ایرانی، افغانی، آمریکایی، اینها بعض وقتا باعث دردسر میشه. حالا دیگه بیام جز اونا باشم که به گفته شاه باید زندانی بوده توی ایران. و چقدر قشنگی آقای تیمسار آریانپور توضیح داد، گفت بپرسید از این شاه الله‌ها، بپرسید از این سلطنت طلبا، بپرسید از این پهلوی پرست ها که چرا شاه در مملکت خودش زندانی بوده، زندانبان چه کسی بوده و شماها کجا بودید اون موقع؟ اونایی که امروز میشینید قرآن تفسیر میکنید، نمیدونم حضرت علی روز 7000 تا آدم کشته، حضرت محمد با بچه 6 ساله و 9 ساله خوابیده، اون موقع ها شما کدوم گورستونی بودید؟ شما هم با شاه میرفتید مکه، شما هم با مادر شاه میرفتید مکه. بله، یک قدم مثبت. این رو دوستان برای من فرستادن. این هم یه نوشته ای هست از AIC American Iranian Council، یعنی شورای آمریکایی ایرانی ها. گفتم بهتون آقای امیر احمدی قبلا با همین دوستان نیاک بودن، بعد که جدا شدن ایشون یه سازمان به نام AIC درست کردن که الان 25 سال به اصطلاح سالگردش رو جشن گرفتن و دیروز یا امروز یه نامه ای نوشتن، Open Letter to President Obama on the Visa Waiver Improvement Act. میگه که
این نامه سرگشاده به آقای اوباماست در رابطه با این قانون ویزایی که الان ما ایرانیا بیشتر از اون چیزی که اونایی که تروریست هستن وحشت کردیم. ولی من از دوستم که اینو فرستاده بود سوال کردم در این 37 سال گذشته، مخصوصا در این یکی دو سه سال گذشته، من و شما حالا چند تا از این نامه های سرگشاده و ترگشاده رو دیدیم؟ میتونید یکیش رو اسم ببرید که یک کاری انجام داده باشه؟ حالا بازم اون پتیشن ها 40,000 تا 50,000 تا، ولی این نامه ای که یه نفر مینویسه به انگلیسی برای آقای اوباما ولی برای همه ما ایرانی ها میفرسه؟ نه. خب آقای مناسیان لطف کردن باز با ما آشتی کردن، برنامه ما رو نگاه میکنن، یا شاید اون موقع هم که قهرن نگاه میکنن که ببینن ما یه وقتی حرفی راجع بهشون نزنیم. معمولا ایرانی ها اینجوری هم وقتی آشتی هستن نگاه نمیکنن، میگن خب اون که ما میدونیم چی میگه، ولی وقتی قهر هستن میگن بزبینیم یه چیزی راجع ما نگه، اگه میگی بریم پدرشو در بیاریم. در صورت آقای مناسیان نمیدونم از کشور هلند کجا هستن، ایشون یه دفعه ما گفت میخوان از این مجسمه ها براتون بفرستم، گفتم نه قربان خودم دارم تبدیل به مجسمه میشم، اگه شما میتونید لطف کنید حمایت کنید. و اما ایشون با انگلیسی فارسی که بهش میگیم فینگلیش نوشتن که، یا بعضیا میگن فارگلیش، نوشتن که سلام آقای سربی، با در نظر گرفتن به این که سالهاست ایرانیان خارج از کشور زندگی می کنند و دائما از ایرانی ها گرده می گیرند و همیشه سعی می کنند رفتار کردار و فرهنگ ایرانی ها رو زیر سوال ببرند، گرده گرفتن یعنی از کسی سوء استفاده کردن، کار ازش کشیدن، ولی انتقاد کردن یا همین که شما میگید رفتار و کردار و فرهنگ اونها رو زیر سوال و ذره‌بین ببرن، خب این انتقاد کردن میشه. لازم به تذکر میدانم که آنطور افراد به دلیل عدم، خیلی بد می‌نویسی فینگلیش رو، مثلا عدم رو نوشتی آدمه یا ادمه، اگه انگلیسی می‌نویسی بعد خودت بیا ببین ا ا اوشو گذاشتی، وقتی انگلیسی فارسی رو به انگلیسی می‌نویسی باید اون ا ا او توی اینها باشه، مثلا ادمه باید ای دی ای ام ای اچ، خیلی مشکله. در صورت با بهنویس بنویسید، براتون بهنویس رو فرستادم، شما هم تشکر کردید، بله اونی که نوشته بودید با بهنویس درست رسید و جملات به هم نریخته بود. در صورت ایشون میگه عدم معاشرت با اروپایی ها و آمریکایی ها اطلاعاتشون خیلی محدود هست و نمیدونن که فقط ایرانی ها نیستن که در یه ضعف دارای ضعف میباشن، وضع اروپاییان و آمریکایی ها هم به مراتب بدتره. خب اینو ما قبول داریم، چقدر ما ایرانی ها سعی میکنیم خودمونو پیش این آمریکایی ها و اروپایی ها کوچیک حس کنیم، و این مثال هم از دوران رضاخان به وجود آمد. ارادتمند مناسیان، ممنونم از شما. کدام مثال از دوره رضاخان به وجود آمد؟ اینی که خودمونو پیش خارجی ها کوچیک حس میکنیم؟ خب ایشون که خودش اصلا به دستور خارجی ها جمع کرد رفت، پسرش هم که به دستور خارجی ها آمد، پسرش هم که به دستور خارجی ها، حتی وزیر وزرا و نمایندگان مجلس و اینها رو به دستور خارجی ها چی میکرد؟ من متوجه نشدم چه مثالی رو زدی. خب حالا یک کمی بحث رو عوض کنیم، دوشنبه است، ما هم لباس همینجوری معمولی پوشیدیم آمدیم و امروز رو به عنوان کژوال دی قبول کنیم. و ببخشید این چون نوشته، من از رو نوشته میخونم که شما خودتونم ببینید، و گاهی وقتا ما اگه بخوایم خیلی دیگه چیزها رو سانسور کنیم، خب میشه همون مملکتی که شاه و شیخ میخوان ما باشیم و سانسور باشیم. مثلا این گوزیدن رو ما بگیم چی؟ بادی از خود خارج کردن، یا باد صداداری، چون بی صداش هم داری. گوزیدن ممنوع. حاکمی کشوری را اشغال کرد، به وزیر خوف گفت قوانینی تنظیم کن تا دهن این ملت رو سرویس کنی.
فردای آن روز وزیر نزد شاه آمد و قوانین را خواند. 1. مالیات 3 برابر امروز. 2. حقوق ربع عرف بقیه کشورها. 3. شاه صاحب جان و مال همه مردم است. و 4. اضافه کرد گوزیدن ممنوع. شاه گفت بند چهارم یعنی چه معنی دارد؟ وزیر گفت بند چهارم سوپاپ اطمینان است، بعدن متوجه معنی آن خواهید شد. جارچیان قوانین را اعلام کردند. ملت گفتند این که جان و مال ما از آن شاه باشد توجیه دارد، چون ایشان صاحب قدرت است، ولی یعنی چیه که ما نتوانیم بگوزیم؟ مردم برای اینکه از امر شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه و پس کوچه ها میگوزیدند، جلسات شبانه گوز برگزار میکردند و هرگاه میگوزیدند احساس میکردند که کاری سیاسی انجام دادند یا انجام میدهند. ماموران هم مدام در حال دستگیری گوزوها بودند و گاهی به توالت های عمومی یورش میبردند و گوزوها را دستگیر میکردند. روزی شاه به وزیر گفت الان معنی سوپاپ اطمینانی که گفتی را میفهمم، چون باعث شده که هیچ کس به سه قانون اول توجهی نکند. چقدر این حکایت برایم آشناست. رعایت حجاب الزامی است. میبینید که طرف وقتی میره ایران و میاد میگه آقا اصلا روسریشون رو بردن بالا، نمیدونی چقدر آزاد شدن. و اما دوست دیگه‌ای برای ما نوشته که روزی والتر از دست طلبکارها فرار می‌کرد. زن مسن سمجی آمد دامن والتر را گرفته و از کتاب‌های او تعریف می‌کرد که هر کدام از کتاب‌ها را 10 بار خوانده است. والتر گفت که ای کاش 10 بار می‌خریدی و دور می‌ریختی که من مجبور نبودم از دست طلبکارها فرار کنم. این دوستمون میگه این رو با آقای انقطاع و صفایی گفتم و هر دوشون کلی خندیدن. ممنون از شما. این همون دوستیه که 40 تا کتاب برای ما فرستاده. خب خانم نزهت یحیی‌زاده هم که معرف حضورتون هستن، یعنی ایشون بدونی که پولی بده، بدون اینکه برنامه داشته باشه، ما معروفش کردیم با این نوشته های فارسی بد و کج و موجی که مینویسه، ولی الحمدلله بعضی نوشته هاش خوب شده. اینجا نوشتن مسئولان محترم بخش فارسی رادیوی اسرائیل بیایید تمرین دموکراسی کنیم. توضیح میده، ولی یه سوالی خانم نزهت یحیی‌زاده، شما نمیتونی امروز به رادیو اسرائیل فوش بدی فردا بیای به اونها بگی مسئولین محترم؟ یعنی اقلا ارزش گفته های خودت، ارزش نظر خودت رو حفظ کن و سمت و سوت رو برای اونهایی که نوشته هات رو میخونن نگه دار. بیاین بریم به ایران، خب ایران province of surprise، بله این ایران رو میگه که سرزمین یا منطقه ای هست که به اصطلاح چیزای عجیب، مژده‌های زیادی رو اونجا می‌بینید. حالا ببینم این چیه، read on flip board، ببینم توی این باز میشه. بله اوه چقدرم بزرگی که نگو و نپرس. این بله اینجاست، چه زیبا، بذارید من براتون تنظیمش کنم. عکس‌های بسیار زیبایی داره. بله از اینجاست، از عکس مجسمه‌ها گرفته تا بازار. بله خدمت شو. خب بریم، حالا بریم همینجوری که صحبت میکنیم اینها رو هم ببینیم. بله جاهای قشنگی در ایران بوده و هست که متاسفانه ما تا دور نشیم قدر اینها رو نمیدونیم. من خودم 30 سال پیش در آلمان بودم. این بار که رفتم آلمان نگاه من به آلمان عوض شده بود. اون موقع همیشه با عجله میرفتم که اونجایی که میخوام برسم، سر کلاس برسم، نمیدونم جایی که کار میکردیم برسم اینها، ولی این بار بیشتر به دور و بر و اطراف نگاه میکردم. بیشتر سرمون تو آسمون بود تا اینکه رو زمین جلو پامون فقط نگاه کنیم. در صورت این عکس‌های زیبا از بازار، از حجره های ایران، از مساجد و بله این کارپت سلر یا فرش فروشی، در صورت که فرش کارپت نمیشه، هم به آلمانی فکر کنم میشد تپیش، هم اینجا میشه راگ.
اونجا کارپت رو نمیگن تپیش. در صورت a village cut from rock میگه که یک اینم یک دهی که فکر کنم کندوان باشه که در سینه کوه مردم در دل سنگ این خونه ها رو کندن و درست کردن و اینها، و میبینید که هنوز هم که هنوز مردم اونجا زندگی میکنن. و ضمن این که ما باید افتخار کنیم به این که اون موقع یه همچین معماری بوده، یه همچین ساختمونی بوده، الان اینها باید یه چیز قشنگتر و بهتر باشه و اینها رو به عنوان موزه ازش استفاده کنن، ولی مردم هنوز با اون امکانات کم زندگی میکنن. خب این هم میگه بچه های کندوان، این کندوان، تونل کندوان و اون مناطق را حتما آشنا هستید. ساعت 3:32 است. من معمولا میخوام 90 دقیقه برنامه داشته باشم، ولی امروز میریم تا نزدیکای 4 و بعد از اون در ساعت 4 با آقای حسن اجلالی هستیم. اینم نشته بوردرلند. بوردرلند لابد یه جای مرزیه، احتمالا اینم اون رودخانه های بین ایران و ترکیه باید باشه. و بذار ببینم کجا نوشته. بله، from Tabriz we drove to، میگه از تبریز 240 کیلومتر رانندگی کردیم رفتیم ارمنیا. بله، رفتن به طرف ارمنستان، جلفا. بله، اونجا میدونید که مرز جلفا بود. بعد اینم نشون میده که ancient Armenian monastery، یعنی monastery این کلیسا نمیشه، چی میگفتیم اون ایداد بیداد، جاهای کوچیکی که درست میکردن وسط راه که مردم به اصطلاح اگر میخوان مراسم مذهبی و اینها داشته باشن، ولی این نسبتا بزرگه. و خدایا چی شد اون عبی هم بهش میگفتن. در صورت هست، خودتون برید ببینید. چی بگم دیگه، ما بعض وقتا یادمون میره و دوچار فراموشی میشه. خب و اما دیروز باز برای ما چیز آمد. من وقتی که میخوام مثلا به دموکرات ها کمک کنم، با وجودی که از اوباما خیلی ندیدم، ولی به هنوز به اهدافش 5 دلار به این، 10 دلار به هیلری کلینتون، 20 دلار به آقای برنی ساندرز، اینجوری کمک میکنم. نه اینکه به خاطر این کمک ها فردا ما یه شغل و مکانی بدن. ما که مثل اونها نمیدیم 98 میلیون دلار یا 980 میلیون دلار بدیم، ولی اینجوری اقلا فردا فکر میکنیم که این 10 دلار ما یه کاری انجام داد. دیروز یه نامه آمد که آقا امسال 2015 داره به پایان میرسه و شما هنوز اون کارتی رو که همیشه داشتید که دموکراتیک گاورنرا رو سپورت میکنین، بهش میگن DGA، دموکراتیک گاورنرز اسوسییشن، امسال نگرفتید هنوز. گفتیم خب بفرما، دادیم اینا برامون رسیدش دادن، اینو نگه داشتن که به شما هم یادآوری کنم. اگه شما هم حمایت میکردید از تلویزیون مردم و امسال این کار رو نکردید، لطف کنید اینو انجام بدید. بله ببینید این بود این کارته، بعدم تا چیز میکنید براتون میاد رسید و همه چی. اینه یه کارتیه، اون موقع عکس اوباما روش بود، احتمالا مال سال دیگه که بیاد عکس اون نفر بعدی میاد. ضمن در رابطه با عکس، این خانم مرکل از آلمان شد به عنوان، اون وقتا میگفتن مرد سال. مرد سال خمینی داشتیم، شاه داشتیم، مصدق داشتیم، هیتلر هم داشتیم. منظوری نیست که مرد خوب سال، یادتون باشه. چون شاولایی ها میان میگن نگاه کن عکس شاه، حزب‌اللهی ها میان میگن نگاه کن عکس خمینی، مصدقی ها میان میگن نگاه کن. بابا جون این الان شده person of the year، دیگه نمیخوام بگن مرد سال یا زن سال، میگن شخص سال. اوکی؟ خانم مرکل که البته خیلی ها بودن، حتی این دیوانه آقای دونالد ترامپ هم بود، ولی الحمدلله به خیر گذشت و اون آمد. و اما یه نوشته ای رو یکی از دوستان فرستاده، از منم خواهش کرد که بفرستم برای آقای آریانپور. این رو هم من فرستادم، منتظر پاسخ آقای آریانپور خواهیم بود اگر ایشون سوالی کرده. این به این صورت هست که نوشتن 9 مهر ماه مصادف است با اعدام خسروخان قشقایی، ایلخان ایل قشقایی و از منتقدان نظام حکومتی جمهوری اسلامی. نه عزیزم، اولش خسروخان و اینها
با حکومت اسلامی بودن، حتی توی باغ ارم و توی باغی تو عفیف‌آباد و اینجاها بودن. بعدم اینا هم مثل مسعود رجوی دیدن نه آقا نمیشه با جمهوری اسلامی کار کرد، مخالف شدن. بعدم جمهوری اسلامی یکی یکی اینها رو فراری داد و گرفت و کشت و اینها، هر کدوم تونست گرفت کشت، هر کی هم نتونست فراریش داد. خسرو قشقایی متولد 1296 شمسی و فرزند سولت و دوله ایلخان سولت و دولف ایلخان قشقایی بود. این ایل به طور تاریخی بزرگترین و قدرتمندترین ایل عشایری در استان فارس و مناطق همجوار آن بوده و خانواده خسرو خان قشقایی حداقل در یک قرن گذشته رهبری این ایل را بر عهده داشتند. قشقایی ها هم با حکومت پهلوی و هم با حکومت جمهوری اسلامی میانه خوبی نداشتند. در دوره حکومت رضا شاه و تلاش وی برای بست قدرت و حاکمیت دولت مرکزی، سولت و دوله قشقایی با دولت دچار اختلاف شد و به زندان افتاد و جان خود را در زندان از دست داد. اگر چه کمی بعد قشقایی ها به فرمانده هیملک منصور خان علیه دولت شوریدند، ولی کمی بعد وی نیز همراه با دیگر برادرش محمد حسین خان مجبور به ترک کشور و اقامت در اروپا شد. نگاه کنی سیاست شاه و شیخ همینه، یا میکشمت یا فرار کن برو کشور دیگه. حالا شما هایی بگید نه اون بهتر، اون خوش لباس بود، ببین چه کلاهی میپوشید، کلاهش انقدر بود، چجوری اینجوری سینش اینجوری میکرد، انقدر مدال زده بود، ولی این آخوند پدر سخته یه عمامه گذاشت سر شما. شما دارید بت پرستی میکنید یه شخصی رو با اون همه امکانات، پدرش تو اون زمان فرستاد سوئیس، ایشون درسش رو تموم نکرد، ولی شما بگید شاهنشاه 3 زبون صحبت میکنه. آقا توتی بی مغزم 4 زبون صحبت میکنه، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ فیلمشم میگیرم میذارم تو یوتیوب. چی بگیم والا، برای خودمون کمتر. در کشور گل و بلبل ما هر کس حقیقت را بیان کند 1001 تهمت ناوارد به او نسبت میدن. صادق خرازی گویا در یک برنامه‌ای که به نام دید شب هست گفتند، صادق خرخالی در مصاحبه جنجالی با برنامه دید در شب گفت در پاسخ به اینکه برخی شما را به قاچاق عتیقه متهم میکنند، یکی از بدبختی های ما در دوره اصلاحات همین بی تقوایی ها و عدم عفت کلام بوده است. بنده یک مجموعه دار بودم و صدر تازه‌ی کشور هم می‌دانند و تاکنون 9 قرآن چاپ کردم که در 100 سال اخیر بی سابقه بوده و بیش از 400 تا 500 نسخه قرآن خطی را از سراسر جهان جمع‌آوری کردم و وقف کردم. بستن کراوات را مخالف نظام نمی‌دانم و این را اشتباه می‌دانم که اگر کسی کراوات بزند مخالف نظام است. مرحوم بهشتی و امام موسی صدر کسانی بودند که اگر خانم اهل کتابی دست دراز میکرد آنجا تسامح در ادله سنن میکردند و دست میدادند. بنده یک مجموعه دار هستم و به این وسایل هنری و عتیق و مجموعه ام افتخار میکنم، این را همه کشور میداند. این هم پاسخ آقای صادق خرازی به این برنامه دید در شب. ترامپ is white ISIS، میگه که طبق این یه برنامه دیلی شو، این دیلی شو رو من خیلی دوست دارم، از روزی که تونستم بفهمم که این آقای جان استوارت چی میگه دیدم به جای اخبار گوش کردن و از این ور اون ور بهتره که آدم این دیلی شو رو ببینه، خلاصه اخبار رو براش میگه. این آقای حسن اسمش الان یادم رفته، اینجام توی واشنگتن دیدمش، خیلی پسر جوونی و اینها، الان آمده توی برنامه دیلی شو همکاری میکنه به عنوان کانتریبیوتر و اینها. اینها میگن که آقای ترامپ هیچ از چیز مختم گفتن پای کم نداره، دست کم نداره، ما نفهمیدیم بالاخره هیچ پای کم نداره یا هیچ دست کم نداره از آیسیس یا از این داعشی ها. دارام ترامپ
بله ببینید این آقای زرابی خیلی قشنگ نوشته. آقای علی زرابی هم نویسنده هستن، هم اینها سالهای سال خانوادتن چاپخونه و مؤلف کتاب و اینها، و من این افتخار رو داشتم که از دوستی ایشون استفاده کنم و یاد بگیرم ازشون. دونالد ترامپ همچون سایر همپالکی‌هایش، خمینی، بن لادن، هیتلر، صدام، شمعون پرز که همون شیمون میگن، هم شمعون خودمونه، نتنیاهو، البغدادی، جورج بوش و و و، یک فاحشه سیاسی هست که محصول شرایط خاص زمان، مکان و سناریو و کارگردانان و تهیه کنندگانی است که این نقش را برای او انتخاب و از پشت صحنه او را هدایت میکنند. مانند تمام واقعیت های زمانه، شخصیت این افراد ریشه در واقعیت های روز و نهادهای فرهنگی، تاریخی، مالی و اجتماعی دارد. لذا علارغم اینکه تعفن زشتی از گفتار، کردار و ظاهرشان پیدا و نمایان است، گفتارشان شنوندگان بسیاری دارد و دستوراتشان مجریان معتقد و متعهد بیشمار. ترامپ این شخص به خصوص محصول سیستم سرمایه‌داری، مسیحیت قرون وسطایی، همون یعنی بنیادگرا، و فرهنگ گاوچرانی و زورگویی آمریکا و لابی‌های قدرتمند است که با واقعیت‌های زمانه که گسترش تروریسم و افزایش غیرقابل کنترل مهاجرت تلفیق شده و مردم ترسیده شده از خشونت را به خود جذب نموده. ترامپ همچون سایر همسنگرانش قاطع، روشن، ساده و سریع نظرات خود را بیان و مشکلات را مورد تجزیه و تحلیل سفسطه‌وار قرار می‌دهد و در نتیجه اکثریت عامه مردم زبان او را به خوبی می‌فهمند و چون گفته‌ها و سیاست‌هایش ریشه در واقعیت‌های روز دارد، آنها را به جان می‌خرند. این مقاله هم نسبتاً طولانیه، اگه خواستید با اسم آقای علی زرابی توی گوگل می‌تونید پیداش کنید، اگر نه که برای من ایمیل بفرستید تا یکی دو روز آینده تا چهارشنبه برنامه‌های جدید که میاد من این قدیمی‌ها رو به اصطلاح پاک میکنم و میگم خب توی همون برنامه هست، برید برنامه رو ببینید. این هم از این ماجرا. و اما در رابطه با زائران کربلا و نمیدونم اربعین و اینها صحبت میکردید دوستان، اونایی که میگید جمهوری اسلامی دیگه طرفداری نداره در ایران و اینها، ببینید ورود بیش از 2 میلیون زائر به مشهد، تاریخ انتشار 19 آذر 1394. ناگفته نماند ملتی که امروز میرن مشهد برای تفریح، برای خوراک مجانی، اتوبوس مجانی، برای دید و بازدید همدیگه میرن، همین ملتی هستن که صبح میگفتن مصدق، عصر میگفتن شاه، همین ملتی هستن که اگه جمعه ها سینما رو باز کنن، با وجودی که نماز جمعه مجانیه و سینماها پولی، مردم میرن سینما. ولی پرسش من اینه آقای افشین، دوستان دیگه، آیا شماها عرضه و وجود باز کردن سینما رو دارید؟ آیا شماها میتونید به مردم بگید چه باید کرد؟ آیا شما یه تفریح دیگه برای مردم درست کردید؟ یه تلویزیون مناسب دارید که مردم نرن مشهد، با پای پیاده نرن عراق؟ نه نه نه. ولی به دیگران میگه آقا از آخونده بگو. اوکی، برنامه‌مو که شروع میکنیم آخوند بده، بد بد بد. اصلا به آقای زیا میگیم بیاد بخونه، اون وقتا میخوند حسنی بده، بد بد. حالا بخونه ملا بده، بد بد. انقدر خوند حسنی شپش تو جیبش بود و فلان، چی شد؟ حسنی های شپشدار مقام مملکت رو گرفتن، بنده خدا زیا آمد اینجا نمیدونه سرطان مغز گرفت. پس فایده ای نداره. میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین که بنده امروز اینجا هستم که اگه تو ایران مونده بودم الان بازنشسته بودم، حقوق دولتی داشتم، خونم و من سال 1362 که اومدم اینجا، من 3-4 سال تو ایران خونه داشتم. نه 3-4 تا، 3-4 سال بود که تو ایران خونه داشتم، ماشین سواریمو داشتم، مغازه‌مو داشتم، شغل دولتیم هم داشتم.
من فکر میکنم شما جوون، شما نسل بعدی ما میفهمی دیگه، احتیاج نیست من بیام اینجا چیزی رو که آقای آریانپور هی میگه بهت بگم، چیزی رو که آقای انارکی میاد میگه بهت بگم. من فکر کنم اینا شما رو مسخره کردن، اینا رو شما رو گذاشتن سر کار همون گوزیدن شماره 4. هر کدومتون میخواین مهمون من بیان صحبت کنید. من به نظرم میرسه این واقعیت، امروز که این مطب باز شده، من و شما آمدیم هممون، یکی اون از دلپیچ، یکی از سردرد، یکی از اسهال داریم شکایت میکنیم، ببینیم دیروز چی خوردیم، دیروز چه کار کردیم که امروز مریضیم. ولی این بیچاره دکتر که نداریم، اگرم داریم یه دارو بهمون بده امروز خوب میشیم، دوباره فردا بریم همون آشغال بخوریم میشیم همون. این گوی و این میدان. 13 دقیقه به ساعت 4 مونده و من 13,000 تا نوشته دیگه دارم که تحویلتون بدم، ولی امروز میبینید میگن دوشنبه های تنبل، ما هم یه مقداری کلن برنامه همون ریخته بود به هم و باید بریم سراغ آقای اجلالی ساعت 4 بعد از ظهر. شما هم بذارید من اصلا اینو بیارم براتون همینجوری که اینجا نوشته، از اینجا تا اینجا، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بازم بهتون یادآوری میکنم که یه فیلمی به مدت 97 دقیقه این دوستمون آقای داوود باقروند ارشد ارسال کردن که این رو به زودی براتون پخش میکنیم و ببینید که سازمان مجاهدین چه فاجعه‌ای به وجود آورده توی حرکت‌های آزادی بخش ایران و چه فاجعه‌ای به وجود آورده در زندگی این بنده خداها. و خداییش بگم اینا چه مقاومتی دارن که هنوز میتونن به زندگی روزمره خودشون اینجوری ادامه بدن و گیوپ نکردن، نبریدن برن بگن آقا اینقدر عمرمون تلف شد ولمون کن دیگه، حالا گورو بابای مردم. میگن ما اشتباه کردیم، ما به این نتیجه رسیدیم، شما اشتباه نکن، شما میتونی بشنوی، اگر اشکالی داری شما بیای حرفتو بزنی. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید دیدارتون چهارشنبه. برنامه آقای اجلالی ساعت 4 بعد از ظهر چهارشنبه هم سعی میکنم که این ویدیو این دوستان رو بعد از برنامه خودم بذارم. در طی هفته ویکند آخر هفته 2 فیلم براتون نشون دادیم، ولی امروز 1 فیلم میذاریم تا دوشنبه. 6 برنامه خودمونه و 1 فیلم. روز یک شنبه یه دوستی تماس گرفت گفت آقا من اگه بخوام از شما روزای یک شنبه رو کرایه کنم که سریالای ایرانی رو نشون بدی چند میشه؟ گفتم آقا نکنم چیکاری رو، سریالا رو نشون میدیم، اون بنده خدا خونه نشین میشه، میشه نگاه میکنه و آخرش تموم میشه میاشه دوشنبه، اونم به جایی نرسیده. این کارو تو آمریکایی هم انجام میدن. ایشون گفت حالا دربارش فکر کن و با من تماس بگیر، ممکنه یه روز رو ما بدیم اجاره به این دوستمون که فقط سریالای ایرانی، معمای شاه، نمیدونم شهریار، شهرزاد، اینا رو به شما نشون بده. شما میتونید ساعت‌ها رو اجاره کنید، ویدیوهایی که خودتون دوست دارید، موزیکایی که خودتون دوست دارید نشون بدید و مردم استفاده کنند. چند تا ویدیو خوبم گذاشتم ولی وقت نیست، باید بریم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. ما رو مفتخوری به اینجا رسوند. اگر راضی هستید از جایی که هستید بازم مفتخوری کنید، اگر نیستید شروع کنید خرج کنید. اینجایی ها میگن حتی آزادی آزادانه و مجانی به دستت نمیرسه. حتی اینا قشنگ میگن freedom is not free، اونجوری بهتر در میاد. مرسی، روز روزگار بر شما خوش.